درود بر شما فارسی زبانان دنیا. خب دوستان، امروز میخوام بهتون چند تا ویژگی ویندوز یاد بدم که کم و بیش همتون با اون آشنا هستید. زمانی که بر روی این شاسی استارت قرار میگیرید، وقتی فشار میدین اپ ها باز میشن، اینجا نمایان میشن همشون، ولی یه ویژگی دیگه هم وجود داره که شاسی سمت راست ماوس رو فشار بدی در زمانی که در روی این قرار گرفتید، تمام این ویژگی هایی که شما میخواید بهش سری دسترسی پیدا کنید و نمایان میشه، مثل گریت منیجر، اکسپلورر، اینشتلونگ اینا، که یک کلیک میکنید باز میشه. امکان بعدیش این هست که با شاسی کمبیناسیون شاسی ویندوز و ایکس که اینو فشار بدید، دوباره اینها سری نمایان میشه و در روز خیلی استفاده زیاد داره و کارهای شما بهتر خواهد. خب دوستان، یه ویژگی دیگه میخوام از ویندوز بهتون نشون بدم به نام ویرتوال دسکتاپ. کم و بیش ممکنه باش آشنا باشید، ولی از ویندوز 7 همراه ویندوز بوده، ولی خب چون تنظیمات سختی داشته خیلی ها باش کار نکردن و آشنا نشدن، ولی امروز من میخوام خیلی راه ساده ای رو بهتون نشون بدم که میتونید با این کار ویرتوال دسکتاپتون رو استفاده کنید، یعنی به عنوان مونیتور دوم یا سوم که داشته باشید. خب الان ما ترکیبی از کمبیناسیون شاسی ویندوز، استعاگی و دی رو با هم فشار میدیم و اینجا الان مونیتور بعدی ما، ویرتوال دسکتاپ ما، برامون یه صفحه باز کرده که در این ما میتونیم کارهای دیگه بکنیم. مثلا میریم اینجا، ما الان گوگل کروم رو باز کردیم، اینجا گوگل کروم است. حالا میخوایم ببینیم که چه ویرچوال دسکتاپ های دیگه باز داریم. میریم روی این کورتونا، بغل کورتونا یه دونه شاسی هست اینجا که انوندونگا رو، برنامه رو، ویرچوال دسکتاپ رو بهتون نشون میده. یه کلیک میکنیم و اینجا نمایان میشه چند تا ما ویرچوال دسکتاپ داریم که اینجا راحت میتونیم کلیک کنیم روش، عوضش کنیم و کارمون رو انجام بدیم. مخصوصا برای کسایی که دانشجو هستن، کسایی که برنامه نویسی میکنن، کسایی که کلن کارشون در روز با کامپیوتر خیلی زیاد هست و برنامه های مختلفی باز میکنن و میخوان همش با اون استفاده کنن، این ویرتوال دسکتاپ کارهای بسیار زیادی براشون خواهد داشت. بعد میتونید شما با ترکیب شاسی کمبیناسیون ویندوز، استعاگی و فایل، یعنی این فلش ها، میتونید صفحه رو ورق بزنید. ببینید اینا همه پروگرام ها یا برنامه هایی که باز هستن، میتونید روش کار بکنید و بعد ورق بزنید. اینجا میریم مثلا اینجا بزنیم، اینجا بازه، ما الان کار داریم به این، بعد از اینجا میخوایم بریم جای دیگر رو ببینیم اینجا چی کار داره، کلیک میکنیم صفحه نمایان خواهد شد و شما اینجا دوباره مجدد کارتون رو انجام میدید. یعنی میرید اینجا نوشتاری میکنید بر این صفحه یا عکس انجام میدید. ببینید خیلی راحت و با این سیستم شما خیلی برنامه هاتون رو میتونید باز کنید، به جای اینکه دو سه تا مونیتور داشته باشید و اینا رو همه رو این برنامه بفرستید، خیلی راحت اینا رو میتونید حرکت بدید، نگاه کنید و کار انجام بدید باش. خب حالا در اینجا بهتون دوباره نشون خواهم داد که چجوری میشه اضافه کرد. میدید رو این دوباره سمبول فشار میدید، این بالا نوع دسکتاپ میزنید، بعد شروع کلیک میکنید رو دسکتاپ 6. اینجا شما میتونید برنامه دیگه باز کنید، کار دارید انجام بدین باهاش. ببینید الان اینجا رو خواهد گرفت. خب اینجا بهتون نشون میدم خیلی راحت میتونید شما این برنامه رو تو این دسکتاپاتون قرار بدید. ببینید الان اینجا ادیتور من هست، من اینو کلیک میکنم و میارم تو دسکتاپ شماره 4. ببینید اینجا قرارش خواهم داد، بعد میتونم تو دسکتاپ 4 بازش کنم. یعنی در اصل ما اینجا الان 6 تا مثلا ویرچوال دسکتاپ داریم، مثلا 6 تا مونیتور داریم یا 6 تا برنامه باز داریم که همه رو میتونیم با هم دیگه روش کار بکنیم و دسترسی پیدا بکنیم خیلی سریع. یعنی الان یعنی تو اینجا کارهای شما رو بسیار بالا میبره. حالا مثلا من اینجا میخواین چیز دیگه باز کنید، باش کار کنید. خب دوستان، میخوام یه ویژگی بهتون یاد بدم، اون هم در زمانی که شما توی ورد نوشتاری میکنید، میتونید ایموجی، یعنی سمبول ها رو اضافه کنید، مثل تلفنتون تو واتس اپ، تلگرام یا هر جا
میتونید ایموجی وصل کنید به سیستمتون، به پای نوشتاریتون، اون هم با ترکیب شاسی کمبیناسیون ویندوز و نقطه پونت. فشار میدید ایموجی ها باز میشن، ببینید ایموجی ها باز میشن و شما میتونید به مثل تلفونتون این ایموجی ها رو قرار بدید. سمبول های مختلفه وجود داره، حتی این اشک‌ها و لبخند های قول فارسی میتونید توش وارد کنید و علامات این پرانتز و غیر زالن هم بهش وصل کنید. این ویژگی خیلی جالب هست که توی ویندوز 10 هستش. خب دوستان، در ویندوز 10 این ویژگی جدید اومده که شما دفعتاً میتونید تکست های مختلفه رو کپی کنید و آف لیستن کنید، یعنی به صورت لیست در بیاد که شما اینا رو از دست ندید. قدیم یکی رو که کپی میکردیم، اگر دومی کپی میکردیم اون از بین میرفت. حالا همه اینا میره توی سویشن اپلاگه ضبط میشه. برای این کار اول شما باید شاسی ویندوز و فار رو فشار بدید. وقتی ویندوز فار رو فشار دادید، این نوشته میاد که میگه شما اینجا اینو انشالتن، روشن کنید. اینو روشن خواهید کرد. از اینجا به بعد هر تکسی که شما کپی کنید توی این ابلاگه ضبط میشه. چنانچه اگه این کار نشد، شما میرید توی سیستم. ببینید من اینجا رو فشار میدید، بعد میاید این سویشر ابلاگر هم فشار میدید. این باید روشن باشه، آبی باشه که این کار انجام بشه. این کلود رو استارت کنید. یعنی چی؟ قبلنا مثلا ما یه چیزی رو کپی میکردیم و یه تکس دیگر هم کپی میکنیم، بعد اون از بین میره. ببین به این صورت که مثلا ما قبلا اینجوری بودش که این الان که کپی کردیم اینجا اینفوگین کردیم، یهو یک زمانی یادتون میره، حالا توی کار هستید فراموش میکنید، بعد هنوز اینو وصل نکردید، اینجا رو کپی میکنید بدون اینکه توی وردتون وارد کنید، میره جای دیگر هم کپی میکنید. بعد چه اتفاقی میفته براتون؟ این تیکه بالایی که کپی شده رو یادتون میره که وصل کنید، یعنی وارد کنید توی وردتون. ویندوز اومده چیکار کرده؟ یه وین کلود درست کرده، ترکیبی از همین کپی کردن و وارد کردن، که کپی های شما رو توی لیست نگر میداره که دستتون در نره. اگر فراموش کردید وارد کنید توی نوشتاریتون، کمکتون میکنه که لیست کنید. اونم با ترکیب شاسی کمبیناسیون وین و فا که این فعال میشه. وقتی این فعال شد، شما هر نوشتاری که داشته باشید میتونید از اینجا انتخاب کنید و وارد کنید. ببینید هیچ چیزی گم نمیشه، قشنگ همشون اینجا هست با شاسی وین و فا، یعنی وی. ببینید لیستا اینا چیزایی که کپی شدن و اینجا هستن که در زمانی که سرتون شلوغ هست و داره تونتون کار میکنید، حتی بیشتر دانشجوها یهو فراموش میکنن که من یه کپی کردم یادم رفت. ولی این ویژگی جدید به که سویشن ابلاگ ضبط میشه، به شما این امکانو میده که شما همیشه دسترسی به تکستایی که کپی کردید داشته باشید و اونا رو وارد کنید توی صفحتون، که این هم خیلی کار خوبی است از مایکروسافت. خب دوستان، سوال میشه که چجوری میتونیم ما این دکومنتامون رو اتوماتیک به صورت پی دی اف در بیاریم؟ توی ویندوز خودش ویژگی هست که شما میتونید تمام نوشته هاتون رو یا صفحه‌ای که اگه ایزه بهتون بدن توی اینترنت تبدیل به پی دی اف بکنید. اون هم وارد سیستمتون میشید، قسمت گریته، بعد اینجا رو دروکا اونت اسکنر کلیک میکنید، سپس اینجا نوشته پرینت تو پی دی اف، اینو میزنید و فبالتون میکنید. از اینجا به بعد شما میتونید که سیستمتون رو همه رو به صورت نوشتهاتون به صورت پی دی اف در بیارید. یعنی این که شما در زمانی که اینجا دستور میدید که چاپ بشه، اینجا اتوش من تو اینترنت هست این کار رو میکنم، این گزینه رو انتخاب میکنید، بعد تمام نوشتهاتون به صورت پی دی اف ضبط خواهد شد. خب
خب دوستان یه ویژگی دیگه نشونتون بدم از ویندوز، که ویندوز 7 بوده، شما داره کار میکنید و دفعتا برنامه های زیادی باز کردید و دیگه گیج شدید که چه اتفاقی افتاد و خیلی زیاد شد. بهترین راش اینه که شما یک دونه از این برنامه رو انتخاب میکنید، بالاشو کلیک میکنید و نگه میدارید واسهتون رو و شون کنید تکون دادن. ببینید الان همه برنامه ها رفت، همه رفتن این پایین قرار گرفتن و این برنامه هایی که شما میخواید الان باش کار کنید تو فقط صفحه دسکتاپتون قرار گرفته. البته برنامه‌تون بسته نشدن، همه پایین قرار گرفتن که میتونید دفعه هر کنشی لازم بشید برو باز کنید. خب دوستان، امیدوارم که تونسته باشم با این برنامه کمکی بهتون کرده باشم. چنانچه از این برنامه خوشتون اومده، لطف کنید لایک کنید، سابسکرایب کنید، به دوستانتونم اطلاع بدید و تا فیلم های جدیدی که میاد اتوماتیک بار بهتون خبر داده بشه. تا دیدار بعد، بدرود.